کتاب مسائل کلیدی فلسفه فایل نهم ادامه فصل 3 رفتارگرایی. تصویری که دوگانه انگاری از من شخص ارائه می کند که درون جسم عیان بر همگان مخفی است، ظاهرا ما را به سوی مشکلی لاینحل سوق می دهد. اما فرض ما این است که رویدادهای ذهنی بالذات اختصاصی هستند، یعنی فقط خود فرد مستقیما آنها را مشاهده می کند، حالان که رویدادهای مادی و جسمانی همگانی هستند و همه می توانند آنها را مشاهده کنند. اما اگر واقعا رویدادهای ذهنی اختصاصی باشند، آن وقت چگونه می توانیم درباره آنها سخنان معنادار بگوییم یا از اینکه دیگران واجد آنند با خبر شویم؟ دوگانه انگاری دو جهان به وجود می آورد، جهان درونی و جهان بیرونی، اما از ارتباط میان آنها حرفی نمی زند. در رفتارگرایی می کوشند مشکل را این طور حل کنند. آنان می گویند مفاهیم ذهنی اصلاً به رویدادهای اختصاصی و درونی بر نمی گردد، بلکه مرجع آنها رویدادهای غیر اختصاصی همگانی است. به بیان دیگر، فعل روانی را بر مبنای رفتار قابل مشاهده تعریف می کند. ما اصلا نباید به دیگران بگوییم که در سر ما چه می گذرد، فقط کافی است درباره رفتارمان سخن بگوییم. منظور از رفتار هم هر اتفاق قابل مشاهده است، یعنی رفتار به معنای معمولی این کلمه یا به معنای رفتار فیزیکی ماده. رفتارگرایی دو روایت اصلی دارد که نقاط قوتشان با هم تفاوت دارد. یکی رفتارگرایی روش شناختی است که در حوزه روانشناسی است و اساساً ابزاری است برای روانشناسی که فقط بر مشاهده رفتار مبتنی است به جای تکیه بر درون بینی، و هدفش این است که این رشته را علمی تر کند. روایت مهم فلسفی این دیدگاه رفتارگرایی منطقی است که در این روایت رفتارگرایان معتقدند هر آنچه ذهنی باشد یا عبارت است از یک حالت رفتاری و یا گرایش به اینکه نوع خاصی رفتار کنیم. پس مثلا وقتی میگوییم کسی درد دارد، یعنی قادر نیست به راحتی از آن اندامی استفاده کند که درد میکند، اخم و تخم میکند، اگر دستش بزنید لب میگزد یا جیغ میزند و مانند آن. یا مثلا ناشکیبا بودن یعنی فرد غالبا بی صبرانه تر از همیشه عمل میکند. غالبا به نظر می رسد که رفتارگرایی احمقانه است، چون طوری از حالات ذهنی سخن می گویند که گویا وجود ندارد. اما ظاهرا اصل مطلب از دست می رود اگر از درد انسان بدون اشاره به تأثیرات حسی او سخن بگوییم. متأ رفتارگرایان کلا منکر وجود چنین تأثیراتی حسی نمی شوند. در گرایش رقیق رفتارگرایی ادعا این است که گرچه مفاهیم روانشناختی به رفتار انسان برمی گردد، اما معنایش این نیست که چیزی به منزله حواس درونی وجود ندارد، بلکه به این معناست که این حواس درونی نقشی در معنای واژگان ذهنی ندارد. فقط در گرایش غلیظ این دیدگاه است که ادعا می شود چیزی به منزله تأثیرات حسی و آگاهی وجود ندارد. ظاهراً این دیدگاه از ما می خواهد وانمود کنیم بیهوشیم. اگر به نظرتان می آید که رفتارگرایی یعنی دیوانگی، از خودتان بپرسید آیا می توان برای حیات ذهنی انسان مبنایی غیر از مبنای رفتار فرد قائل شد؟ اگر جوابتان منفی باشد، بدانید که به رفتارگرایی گرایش پیدا کرده اید. اگر اطلاعات مربوط به رفتار انسان همه آن چیزی باشد که دانستنش برای نسبت دادن ذهن به انسان ضروری است، پس چرا بپذیریم مفاهیم ذهنی به چیز دیگری غیر از رفتار برمی گردد که ربطی هم به رفتار ندارد؟ تا اینجا فقط گفته ایم رفتارگرایی چیست، اما استدلالی برای آن نیاوردیم. رایل در این باره چنین استدلال میکند: دوگانه انگاران دوچار اشتباه مقوله‌ای اند که امور ذهنی را زیر مقوله جوهر قرار دادند. پس درباره امور ذهنی چه مقوله‌ای مناسب است؟ به عقیده رایل امور ذهنی عبارتند از پیچیدگی کارها و به بیان دیگر رفتارها. بیشتر قسمت‌های کتاب او به این نکته اختصاص دارد که در جهان هر آنچه را رویداد ذهنی می‌نامیم باید به حساب رفتار بگذاریم. مثلا به نظر او دانستن چیزی به معنای در اختیار داشتن رأی و نظری نیست که انسان قادر به دیدنش نیست، همچنین به معنای بخش درونی دانش هم نیست، بلکه به این معناست که می‌توانیم به درستی درباره چیزی سخن بگوییم. وقتی آن را می‌بینیم می‌توانیم تشخیص دهیم
و از سایر چیزها متمایزش کنیم. همچنین رایل میان دو رویداد فرق می‌گذارد. رویدادهایی که شخصی‌اند و گرایش‌هایی که فرد را به انجام آن رویدادها سوق می‌دهد. مثلا هوشمندانه سخن گفتن یک رویداد است و هوشمند بودن استعداد آن کسی است که این رویداد را به وجود می‌آورد. در هیچ موردی لازم نیست از خود درونی یا نفس سخن بگوییم. البته استدلال رایل استقرایی است نه قیاسی. او مدعی است که دوگانه انگاری به مشکلات غیرقابل حلی می انجامد و ذهن را به اشتباه در مقوله جوهر قرار می دهد. این به نظر او وجه منفی دوگانه انگاری است. اما وجه مثبت به نظر او این است که رفتارگرایی نظریه تک جهانی را مطرح می کند که بر نظریه وجود دو جهان در دوگانه انگاری ترجیح دارد. نظریه تک جهانی هم امور ذهنی را توجیه پذیر می کند، هم به این می پردازد که ما چگونه از این که دیگران هم می اندیشند سر در می آوریم و نیز در مرحله اول حیات ذهنی ما را توضیح می دهد. ما می توانیم این کارها را بکنیم چون امور ذهنی همانقدر غیر اختصاصی و همگانی هستند که کتابخانه شهر. پوزیتیویسم منطقی راه دومی است که به رفتارگرایی می انجامد. طرفداران پوزیتیویسم منطقی گروهی از فیلسوفان بودند که در اوایل قرن 20 می‌زیستند و بر این اعتقاد بودند که بیشتر فلسفه ها پوچ و بی‌معنی اند. آنان می‌کوشیدند معناداری و بی‌معنایی را از هم جدا کنند. به نظر آنان چاره کار استفاده از اصل اثبات پذیری است. بر اساس این اصل فقط گزاره‌های معنا دارند که یا با تجربه حسی مستقیم یا غیر مستقیم اثبات شده اند و یا با ارتباط منطقی آنها با سایر الفاظ و مفاهیم. اولی موضوعی است که به واقعیت مربوط است و دومی به منطق. پس مثلا این گزاره که موجودات ناشناخته سبز رنگ مریخی جهان را کنترل می کنند بی‌معناست چون دلیلی له یا علیه آن وجود ندارد. حالان که این گزاره که تونی بلر هواشناس است گرچه نادرست اما معنادار است، چون می دانیم چه چیزی می تواند صحت آن را تایید کند که البته تایید نمی کند. پوزیتیویست های منطقی امیدوارند این اصل فلسفه را از بیمعنایی نجات دهد. اما این چگونه به رفتارگرایی می انجامد؟ خب وقتی کسی حالت ذهنی مثل احساس درد دارد شواهدش چیست؟ نمونه هایش می تواند اینها باشد. میگوید من هستم. از درد به خودش میپیچد. فیبرهای نوع سی در مغز او تحریک شده است. میگوید فوتبال بازی نمی کند. زانوهایش به شدت وقتی که چاقو در پای کسی فرو کنند درد دارد. میتوانید موارد دیگری را هم به این فهرست اضافه کنید. نکته این است که به این فهرست نمیتوانید این عبارت را بیافزایید که او حسی را احساس میکند. نمی توانید این گزاره را در حکم یکی از شواهد در نظر بگیرید، چون اگر این احساس وجود داشته باشد قابل مشاهده نیست. پس شاید حواس درونی وجود داشته باشد، اما اگر باشد هم نقشی در مفاهیم ذهنی ندارد. تنها راهی که می توان با آن درباره امور ذهنی به طور معناداری سخن گفت، سخن گفتن درباره رفتار است. رفتارگرایی جذابیت های خود را دارد و مهمترینش این است که ذهن را از ابهام به در می آورد و به روشنی نشان می دهد که چگونه قادریم درباره ذهن سخن بگوییم، چون اعلام می کند این رأی باطل است که ذهن اختصاصی و درونی است. آنچه رایل آن را افسانه خطرناک وجود روح در ماشین می نامد. همچنین رفتارگرایی معیاری برای آگاهی ما فراهم می آورد. اگر چیزی مثل موجود اندیشنده رفتار می کند، پس او موجود اندیشنده است. و چون الفبای ذهنی ما فقط به رفتارهای ما برمی گردد، آن وقت اگر یک ماشین یا موجود دیگری به نوعی رفتاری همراه با آگاهی داشته باشد، قاعدتا باید گفت که او موجود آگاهی است. نباید انتظار داشته باشیم علاوه بر آگاهی به شیوه درستی هم رفتار کند، چون چیز اضافه ای علاوه بر رفتار آگاهانه وجود ندارد که آگاهی را به وجود آورد. ما دیگران را آگاه می‌دانیم و این را از رفتارشان در می‌یابیم. در این صورت اگر
آدم آهنی یا موجودات فضایی رفتاری متناسب داشته باشند، باید آنها را دارای آگاهی بدانیم. در غیر این صورت، باید معیار دیگری داشته باشیم که سخن ما را اثبات کند. این معیار نه تنها بالاتر از آن معیاری است که در مورد خودمان به کار می‌گیریم، بلکه بالاتر از آن است که اصلاً به دست آید. پس برای وجود آگاهی چه معیار دیگری غیر از رفتار وجود دارد؟ استدلال‌هایی در مخالفت با رفتارگرایی. بسیاری هستند که ادعا می‌کنند رفتارگرایی شکست خورده است، چون ویژگی بارز ذهن یعنی کیفیات ذهنی را وانهاده است. کیفیات ذهنی یعنی شیوهی که اشیا را حس می کنیم یا اشیا خود را بر ما می نمایانند. بیان تاماس نیگل در این باره این است که چیزی هست مثل این که احساس درد کنی یا رنگی ببینی، و این چیزی است که رفتارگرایان به حساب نمی آورند. پاسخ روشن این است که در گرایش رقیق رفتارگرایی وجود کیفیات ذهنی انکار نمی شود، اما ممکن است بگویند که این کیفیات نقشی در معنای ذهن ندارند. اما این پاسخ مناسب نیست، چون اولا چطور ممکن است ویژگی بارز یک چیز برای معنای آن ضروری نباشد؟ ظاهرا این تناقض است. ثانیا بیشک رفتارگرایان باید ادعا کنند که همین واژه کیفیات ذهنی هم بی‌معنا یا بی‌ربط است. مثلا تلقی پوزیتیویست های منطقی میتواند این ادعا باشد که وجود چیزی به منزله کیفیات ذهنی اثبات ناپذیر و به همین سبب پوچ و بی‌معناست و اصلا نباید مورد بحث قرار بگیرد. پس رفتارگرایان باید بر این باور باشند که نمیتوانیم درباره آن چیزی سخن بگوییم که وجودش برای ذهن ضروری به نظر میرسد اما قبولش سخت است. اما وضع وخیم‌تر از این هاست. آیا اگر در تصور حالتی ذهنی نشانی از رفتار نباشد، تعارض منطقی به وجود می آید؟ بیشک نه. نشانه رفتاری تصور مربع یا رویا دیدن در حالت بیهوشی چیست؟ رفتارگرایان ممکن است به روی خودشان نیاورند و بگویند غیر ممکن است که رویدادی ذهنی بدون وجود نشانی از رفتار باشد. اما آنان باید دلایل محکمی بیاورند و ما را قانع کنند که این سخن با فرض وجود مثال‌های نقض روشنی که وجود دارد باز هم صادق است. اعتراضی که چندان قانع کننده نیست این است که رفتارگرایان نمی‌توانند مثلا تفاوتی قائل شوند میان کسی که واقعا درد می‌کشد و آن که نقش بازی می‌کند. اما واقعیت این است که رفتارگرایان می‌توانند برای این تفاوت دلیل بیاورند. کسی که نقش آدمی را بازی می‌کند که درد دارد، در اوضاع و احوالی قرار دارد که واقعی نیست و طوری رفتار می‌کند که با رفتار کسی که واقعا درد می‌کشد مطابق نیست. وقتی می‌گوییم کسی درد می‌کشد، صرفاً درباره رفتاری سخن نمی‌گوییم که عملاً از او سر می‌زند، بلکه این را هم می‌گوییم که در اوضاع و احوال دیگر از او چه رفتاری سر خواهد زد. ما واقعاً قادر نیستیم کسی را گول بزنیم. وقتی نقش بازی می‌کنیم، فقط نشان می‌دهیم که بازیگر خوبی هستیم، نه اون که واقعاً درد می‌کشیم. این اعتراضی است که معمولاً به رفتارگرایان می‌شود. اما علاوه بر این می‌توان با استدلال‌های خاصی که در نقد این دیدگاه اقامه شده است به انتقاد از آن پرداخت. درباره استدلال رایل کافی است به این نکته اشاره کنیم که گرچه ممکن است حق با او باشد که دوگانه انگاران ذهن را در مقوله نادرستی قرار می‌دهند، اما شاید خودش هم بر خطا باشد که ذهن را بر اساس رفتار توضیح می‌دهد. مشکلاتی را در نظر آورید که این مقوله بندی به وجود می آورد. همونطور که نمونه های از آن بیان شد، می بینید که ظاهراً این نقد منصفانه است. مهمترین مسئله ای که پوزیتیویست های منطقی با آن مواجهند این است که در این دیدگاه اصل اثبات پذیری بسیار مبهم است. مهمترین دلیل این گفته این است که این اصل خودش اثبات پذیر نیست، پس طبق معیار خودش بی‌معناست. بنابراین میتوان نشان داد که تناقض درونی دارد. مسئله دومی که این دیدگاه با آن مواجه است این است که این را که یک چیز در اصل فقط باید اثبات پذیر باشد تا کجا میتوانیم ادامه دهیم؟ گرچه ظاهراً درست است که نمیتوان قضایایی را اثبات کرد که به رویدادهای ذهنی و شخصی مربوط است، یعنی رویدادهایی که ظاهراً واقعیتی امکانی هستند نه ضروری، اما اگر قدرت تلپاتی داشته باشیم که ظاهراً از نظر منطقی محتمل است، می توانیم ذهن دیگران را به همان راحتی جسمشان ببینیم و بنابراین اثبات پذیری در آن امکان دارد.
و ظاهراً این نکته با این ادعا سازگار است که در اصل قضایای معنادار اثبات پذیرند. وقتی رفتارگرایان اعلام کردند که امور ذهنی مبتنی است بر رفتار فرد، قاعدتاً باید چیزی به ذهنشان خطور کرده باشد که این را گفتند. اما شاید در این ادعا زیاده روی کردند که گفتند امور ذهنی چیزی غیر از رفتار نیست. حتی اگر رفتارگرایی را رد هم بکنیم، باز هم باید از این دیدگاه سپاسگزار باشیم که به ما یادآوری کرده است چه مقدار از مواردی که از آنها با نام خصوصی و شخصی نام میبریم در واقع کاملا زیر عنوان غیر خصوصی و همگانی قابل توضیحند. فیزیکالیزم. طرفداران این دیدگاه میگویند که ذهن همان مغز است. دلیل آنان برای دفاع از ادعای خود این است که به نفع این ادعا فرضیه‌های تجربی وجود دارد، فرضیه‌هایی که شواهد قاطعی برای آن هست. پس حامیان این دیدگاه باید دو کار بکنند: اول آنکه آن شواهد را در دفاع از این نظریه ارائه دهند، و دوم آنکه نشان دهند که موانع فلسفی پذیرش این نظریه موهوم است. نخست ارائه شواهد. مدرک اول این که در دفاع از وجود دو جوهر در جهان، یعنی ذهن و ماده، با مشکلات و مسائل بزرگی مواجه می شویم. دوگانه انگاران هرگز توضیح قانع کننده‌ای درباره تعامل ذهن و ماده ارائه ندادند. از این بالاتر دلیلی وجود ندارد که چرا برای آنکه وجود حالات ذهنی فهم پذیرتر شود، باید جوهر دومی را به نام ذهن فرض کرد. با توجه به کاربرد اصل تیغ اوکام که می گوید نباید موجوداتی را بیشتر از حد ضرورت فرض کرد، با ادعای وجود جوهری به نام ذهن نه تنها چیزی عایدمان نمی شود که فراوان هم از دست می دهیم. پس باید دیدگاه یگانه انگار را بپذیریم که طبق آن فقط یک جوهر در جهان وجود دارد و آن ماده است. پس ذهن هم باید از ماده پدید آمده باشد. مدرک دوم هم بر پایه تیغ اوکام بنا شده است، اما بیشتر تکیه دارد بر موفقیت‌های علوم تا بر شکست‌های دوگانه انگاری. همانطور که اسمارت میگوید، ظاهراً باور کردنی نیست که هر آنچه در کیهان وجود دارد ترکیب پیچیده‌ای باشد از ماده فیزیکی که بر اساس واژگان علمی قابل توضیح است، به جز ذهن که استثناست. با توجه به اصل تیغ اوکام، در صورت امکان باید برای کیهان فقط بر اساس یک نوع وجود دلیل بیاوریم. و با توجه به اینکه کیهان را بیشتر میتوانیم بر اساس ماده توضیح دهیم، طبیعی تر آن است که ذهن را هم مادی در نظر بگیریم تا آنکه جهان را ذهنی بدانیم. در مدرک سوم توجه خود را از موفقیت‌های کلی علوم به یافته‌های جزئی و مشخص درباره ذهن متمرکز می‌کنیم. تجربیات نشان می‌دهد که ذهن و مغز ارتباط وثیقی با هم دارند. پس میتوان چنین پنداشت که میان ذهن و جسم همبستگی وجود دارد. اما این همبستگی را چگونه توضیح دهیم؟ آیا ساده تر و آسان تر نیست که به جای همبستگی از یکی بودن ذهن و جسم سخن بگوییم؟ اینکه وقتی احساس درد میکنیم، فیبرهای نوع C در مغز ما تحریک میشوند. دلیلش این نیست که درد و فیبرهای نوع C همبستند، بلکه به این دلیل است که تحریک فیبرهای نوع C و درد یک چیز واحدن. به این مثال توجه کنید. لازم نیست شرلوک هولمز باشید تا بفهمید هر جا نخست وزیر انگلستان هست، تونی بلر هم هست. کافی است بدانید که تونی بلر نخست وزیر انگلستان است. فیزیکالیزم با این مسئله روبرو است که ظاهراً موانع فلسفی بسیاری برای پذیرش این نظریه وجود دارد. یکی این که چون ما با ذهن خود میتوانیم هوش مصنوعی و موجودات فضایی را درک کنیم، پس ذهن نمیتواند همان مغز باشد، چون نه کامپیوترها مغز دارند نه موجودات فضایی. مغز بخشی از زیست شناسی مربوط به موجودات کره زمین است. این انتقاد البته بنیاد برانداز نیست، چون طرفداران فیزیکالیسم ادعا نمی کنند که این همانی میان ذهن و مغز ضروری است، بلکه آن را فقط امکانی میدانند. آنان میگویند احتمال زیاد امکان دارد که ذهن چیز دیگری باشد، اما به نظر ما همان مغز است. پس وقتی ادعا می‌کنند که ذهن همان مغز است، انکار نمی‌کنند که ذهن می‌توانسته از چیز دیگری باشد یا در جای دیگری می‌تواند چیز دیگری باشد. اینکه ذهن ممکن است مغز باشد، حقیقتی امکانی است. دقیقاً مثل این واقعیت امکانی که
تونی بلر در سال 2001 نخست وزیر انگلستان باشد. برخی اینطور استدلال می‌کنند که ذهن نمی‌تواند همان مغز باشد، چون معنای این دو کلمه کاملا متفاوت است. اگر ذهن همان مغز بود، باید معنای این دو کلمه یکسان می بود. اما ما قرن‌هاست می‌دانیم ذهن چیست بیان که آن را مغز بدانیم. پس غیر ممکن است این دو کلمه یکی باشند. وقتی می‌گوییم حالات ذهنی با حالات مغزی این همانی دارند، منظورمان این نیست که مغز و امور ذهنی یک چیزند. مثل وقتی که می‌گوییم آذرخش و تخلیه بار الکتریکی این همانی دارند. اینجا هم منظورمان این نیست که آذرخش و تخلیه بار الکتریکی به یک چیز اشاره دارند. باید میان مصداق و مفهوم یک لفظ فرق بگذاریم. مصداق ها عبارت است از کاربرد لفظ ها. مصداق ببر همه ببرهای موجود است. اما مفهوم ببر معنای آن لفظ است. معنای لفظ ببر چیزی است مثل اینکه بگوییم نوعی از گربه‌سانان که در هند وجود دارند. آذرخش و تخلیه بار الکتریکی هم با آنکه مصداق یکسان دارند اما مفهومشان یکسان نیست. مفهوم است که باعث این همانی می شود. همین نکته درباره ذهن و جسم هم صادق است. به همین دلایل این انتقاد که ذهن و مغز منطقاً از هم جدایند، یعنی نمی توان واقعیت‌های مربوط به یکی را از دیگری استنتاج کرد، بیپایه و اساس است. جی سی اسمارت هم مدعی است که قضایای مربوط به ذهن و قضایای مربوط به جسم در منطق یکسان نیست. با استفاده از تمثیل او میگوییم که یک ملت با شهروندانش این همانی دارند، اما منطق قضایای مربوط به ملت و قضایای مربوط به شهروندان متفاوت است. یعنی نمیتوانیم مستقیما واقعیت‌های مربوط به یکی را به دیگری منتقل کنیم، اما منظور این نیست که ملت چیزی است علاوه بر شهروندانش. اگر بخوایم خلاصه کنیم، در زبان فنی فلسفی شاید منظور از ذهن و مغز دو چیز متفاوت باشد، یعنی تفاوت معنایی، و از نظر منطق معادل هم نباشند، یعنی تفاوت منطقی، اما هنوز هم این دو میتوانند یکی باشند یا این همانی وجودی. اما این انتقادهای منطقی و معنایی تمام نقدهایی نیست که به فیزیکالیسم وارد است. جدیترین انتقاد را هنوز نگفتیم. این انتقاد با این نکته آغاز می شود که ظاهرا نمی توان منکر این شد که خاصیت‌های ذهنی غیر قابل تحویل به ماده وجود دارد. منظور این است که امور ذهنی و به خصوص کیفیات ذهنی ویژگی‌هایی دارند که با واژگان مادی قابل توضیح نیست. اینکه داشتن ذهن چگونه است در فیزیک مورد بحث قرار نمی گیرد، بلکه بخش ضروری بحث های مربوط به حوزه ذهن است. پس اگر فیزیکالیسم معتبر باشد، باید جایی هم برای کیفیات ذهنی و آگاهی باز کند. استدلال بسیاری این است که این کار فیزیکالیسم نیست، چون وقتی می گویید که ذهن چیزی غیر از ماده نیست، این ادعا به محض آنکه وجود خاصیت های ذهنی را می پذیریم نقشه بر آب می شود، چون ماده فقط میتواند خواص مادی داشته باشد. پس ظاهرا فیزیکالیسم چیزی از دست میدهد. یک راه حل میتواند این باشد که به روی خودتان نیاورید و مثل پول چرچلند ماتریالیست حسبی بشوید و به جز ماده چیزی را قبول نکنید و راحت انکار کنید که چیزی به منزله خاصیت‌های ذهنی یا کیفیات ذهنی وجود دارد. افراد بسیار باهوشی بر این باورند، اما این نظر هم مثل گرایش غلیظ رفتارگرایی است که به سختی متقاعد یا متوجه می شویم که آنان چگونه مدعیان چیزی به منزله حیات درونی و ذهنی وجود ندارد. دیگری ممکن است وجود خاصیت‌های ذهنی غیر قابل تحویل به خواص مادی را بپذیرد، اما باز هم بگوید که ذهن همان مغز است. ویژگی‌های ذهنی را فقط از همان طریقی می توانیم توضیح دهیم که مغز برایمان می نمایاند، یعنی در حکم نوعی محصول فرعی. این موضع پیچیده است. ما خیال میکنیم وقتی کاری میکنیم علتش افکار آگاهانه ماست، یعنی علت کارهای ما تصمیمات ماست، اما ظاهرا فیزیکالیسم زیرا به این دیدگاه رو میزند. به نظر فیزیکالیسم علت کارهای ما فرایند مغزی است و تصمیم گرفتن ربطی به آن ندارد. چنانکه سرل میگوید مثل این است که کف روی دریا با خودش بگوید که
وای جلو و عقب کشیدن این امواج چقدر سخت است. در این تمثیل کف روی دریا آگاهی و دریا مغز است و ظاهرا آگاهی را پدیدار فرعی می دانیم، پدیداری که دقیقا بالای مغز می نشیند بیان که علت چیزی شود که در جریان است. چرا اگر خاصیت های ذهنی پدیدار فرعی باشد اینطور بد به نظر می آید؟ یک دلیلش این است که احساس آزاد و مختار بودن را از ما می گیرد. ببینید اگر آگاهی فقط پدیدار فرعی باشد آن وقت ما واقعا آزاد نیستیم. این دیدگاه چنین نتیجه‌ای در پی دارد. اما ظاهرا این انتقاد به جا نیست، چون بسیارن فیلسوفانی که انسان را آزاد نمی دانند. دومی دلیل این است که اگر ذهن پدیدار فرعی است پس چرا وجود دارد؟ اگر آگاهی نقشی در زندگی ما ندارد چرا وجودش را فرض گرفته و یا پرورانده ایم؟ چه جبرگرا باشیم چه نباشیم بیشک باید آگاهی در زندگی ما نقش داشته باشد. یک جواب می تواند این باشد که اندیشه های ما نقش علی دارند و چون اندیشه ها فقط رویدادهای مغزی اند پس علت کارهای ما همین رویدادهاست. اما این جواب آنقدرها خوب نیست، چون برای جنبه آگاهانه رویدادهای مغزی نقش قائل نیست. در واقع فهمیدن این نکته بسیار سخت است که چگونه فردی که به فیزیکالیسم معتقد است میتواند بگوید که آگاهی، آن خاصیت ذهنی غیر قابل تحویل به ماده، در علیت نقش دارد، حالان که او ذهن را فقط مادی یعنی همون مغز میداند. به رغم تردیدهایی که در فیزیکالیسم وجود دارد آنان به نکاتی دست یافتند، مثلا پیوند بین ذهن و مغز که نه تنها نزدیک که عمیق است. این که میگویند اندیشه‌ای بدون فعالیت مغزی نمیتواند وجود داشته باشد ادعایی است که درستی آن به اندازه درستی ادعاهای علمی است. اما ظاهرا مشکل واقعی و حل نشدنی در این نتیجه گیری آنان است که میگویند ذهن همان مغز است.